بیایی که در این شب مبارک، در این شبی که رمضان به طرف آخر خود در حرکت است، دلها به سوخت است، دست دعا به سوی پروردگار دراز کنیم. یا رب مرا به رحمت بی منتها وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عزة رسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. خدايا بفضل كرمت بكمال كبريائيت وبعظمة جمال خداويت این تلاوت قرآن و این حلقات ذکر
این حمد و نعت و مناجات و القاب محبانت قبول بارگاه شد. این ختم تراویح این برادران را خدایا به کرمت اگر چی ناقص باشد کامل قبول کن. لطف فرما ماه مبارک رمضان از ما آزرده خاطر مبر. ما طاقت شکایت ماه رمضان نداریم که در حضور رسول خدا شکایت کنیم. خدایا این ماه را از ما ببر، قسم ببر که خوشنود باشد. در حضور رسول خدا از ما اگر یاد میکنم چه افتخار بزرگی که یک تعداد مهاجرینی که از ملک خود دور بودند در ملک بیگانگان گرد نشسته بودند و بخاطر ماه مبارک رمضان ختم ها کردند، تلاوت قرآن کردند، تراویح کردند، ذکر کردند و از تو یاد کردند و از خدا یاد کردند. اگر این شهادت هم چه افتخار بزرگی است. خدایا این نصیب ما بگردان. لطف کو پروردگارا دست هایی که به سوی بلند است، دست ها را خالی به زمین بر مگردان، ما را مایوس نساز. پروردگارا تو خود گفتی که من از موی سفیدان حیای میه که در قبر یار عذاب کنم. خدایا به برکت موی سفیدان از گناه ما بگذر. تو گفتی من جوانان تایب و بسیار دوست دارم. خدایا به برکت توبه این جوانان تایب ما را ببخش. تو خود گفتی که اطفال معصوم در بین ما امشب تا اطفال معصوم هم نشسته، ای که چی به دلش میگذره و چی خاطر خواست چشمش پریده. خدایا تو در دلش جلوه کردی. خدایا با برکت عصمت از این اطفال گناهان ما را ببخش. این خواهرای دیگه ما که به خاطر این شب مبارکی این شب نشستند و دعا کردند، از دلهایشان تو با خبر هستی. خدایا دلهایشان را مملو از عشق خود بگردان. از سینه هایشان غم و کدورت بزار. قلبه هایشان را روشن بگردان. پروردگارا عید را برای ما عید سعید بگردان. پروردگارا لطف فرما کسانی که مریض هستند شفای کامل برشان نسید. در اینجا ما بسیار یک تعداد زیاد جوانان را بشنوم و یک تعداد دیگه کسا را بشنوم که مرض لا اله سرطان گرفتار است. خدایا این بلا را اکثر از این مردم بردار. تو شفای کامل برشان نسید بگردان. خدایا قلبه هایشان را روشن بساز که از در وسویش و وسابس و تشویش خلاص باشند. اکثر این امراض به خاطر تشویش است. الهی تشویش را از ما دور بساز. قلبه های ما را روشن بگردان. مرده های ما را ببخش خدایا، مخصوصا کسانی که در اینجا در سالهای گذشته بودند و امسال به خاک مانده شدند. خدایا اونا را در خاک درجات عالی نصیب بگردان. مخصوصا برادر ما که در ابتدای محفل یاد کردم، حاجی سید محمد اسلام که همسفر حجی ما بود به عشق خدا و رسول بنیاد این مسجد گذاشت. خدایا تا وقتی که در این مسجد نماز خوان است ثواب برش برسان. خدایا درجات عالی برش نصیب بگردان. و دیگر کسانی که در این ساختن از این مسجد نورانی حصه گرفتن، خدایا اگر زنده هستن سعادت دارن نصیبشان بگردان. و برشان خدایا توفیق عنایت فرما که در راه اسلام خدمات قابل قدر انجام بده. و حاجی سید عبدالرؤوف خان که در بستر شفاخانه افتاده، در اینجا یک طرف هجران است، از طرف دیگه مریضی است، دلکشان بسیار نازک شده، شاید امشب در بستر خود گریه کنه. خدایا تو شفای کامل برشان نصیب کن. دیگه مریضان را که در شفاخانه هستند و از حیث تداوی محروم هستند، طبیبشان سرشان خجالت مانده که از علاجش سر ماندن، خدایا تو از شفاخانه خود برشان شفا نصیب بده. نصر من الله و فتح قریب، بشر المؤمنین، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. و روح مردگان گذشتای ما را، مخصوصا کسانی که در اینجا هستند و پدران و مادرانشان فوت کردن، خدایا روحشان را شاد بگردان. از دل جان ببخشین ثواب این زحمتتان، برای پدر و مادر خودتان ببخشین اگر از دنیا رفتن. و روحی حضرت فضیل بهاب استاد ما شیخ القرآن، حضرت حافظ محمد عمر که قبرشان در جوار حضرت تمیم انصار است، امروز بخوش شدم که زیب و زینت از این محراب پسر ارشدش است، قاری سید محمد صدیق. خدایا تو توفیق بدهش که در راه ختم در خط پدر خود روان باشه. چه قسمی که پدرش نام نیکی است، همه کس برش دعا میکنن، فرزندانشان هم خدایا تو توفیق نصیب بگردان که در این راه برن و این راه دنبال کنن. خدایا این اولس و این قوم را که با اخلاص کامل ما را در اینجا
و بسیار پذیرایی گرم کردن. خدایا تو اجر آخرت برشان نصیب بهتر تو میدانی که خواست به خاطر توست. خدایا ما به خاطر خدایا که دیگه خدا دوست داریم، به خاطر رسول دوست داریم. اینا گوش جان به صدای ما آشنا بود، امروز از نزدیک صدای ما را شنیدن. اگر نه ما یک شخص عادی استم، اما اینا به خدا و رسولش عشق دارن. خدایا یار از ما کم نساز و ما را توفیق بده که همش در خدمت از یا باشه. به حرمت الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد. هر کس هر حاجتی که داره خدا خوب میفهمد که چی میخواد. خدایا تو لطف بفرما همین مجلس ما را، همین جمعیت ما را، چی میشه که لطف بفرمایی دوباره پس دوتن و در ملک ما جا نمیسد که این شبها را در زیارت حضرت تمیم انصار باز هم صدای الله اکبر را بلند کنیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. چند آیت از کلام پاک توسط قاری صاحب تلاوت میشه و این به روح حاجی صاحب محمد اسلام خان که من در مزار شریف بودم خبر شدم و در حج شما باور کنیم که در حضور کعبه برش دعا کردم، گفتم خدایا تو شاهد باش و خانه کعبه شاهد باشه که ما برش دعا کردیم که خدایا ببخشش. و اونجا یک تعداد دوستا هم شاهد از این صحنه بودن. حالا چند آیت از قرآن تلاوت میکنم باز برش بخشش بده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين.